خود گوشی رو برداشتی. ببین یه چند تا مطلب مهمه میخوام بهت بگم. گوشت با منه؟ بله. خیلی خوب. مطلب اول. سعی کن کمتری رفت آمد تو آپارتمان داشته باشی بعدیه. نمیخوام همسایه‌ها ببیننتون. اگر هم یه وقت به احتمال یه درصد همسایه‌ها رو تو آسانسور را پله جایی چیزی دیدین، سوالی چیزی کردن، کمترین حرفو میزنید. امشب هم بچه‌ها اسامی و عکسای همسایه‌ها رو براتون میفرستن. سعی کنید که با عطیه تمام اسامی و عکس‌ها رو با حافظه‌تون بسپارید. تا اینجا روشنه؟ بله بله. خیلی خوب. مطلب دوم. تلفن هیچ کسو جواب نمیدی سیاوش. مگر اینکه شماره من احسانپور یا ساختمان 64 رو گوشیت افتاده باشه. یکی هم اسد مامور محافظ اون که الانم دمه دره. شمارهش برات فرستاد دیگه. بله شمارهش برام فرستاد. صبوری تو هنوز نرفتی خونه؟ کیمون؟ سکته قلبی؟ خیلی خوب. فقط یه ساعتی طول میکشه به پسرش خبر بده. باشه. باش. چی شده؟ بابای هاشم جاوید یه ساعت پیش تو اتاقش تو آسایشگاه سکته کرد. هاشم تو درست میگفتی. چرا بدجور به این خونه عادت کرده بود؟ نباید از تو خونه میبردیمش بیرون. بابا مرد. بله من دارم با خانم ژاله معیه صحبت میکنم. بله بفرمایی. من نازنین امیری خواهر ناهیده امیری هستم. ناهیده امیری رو که میشناسی؟ بله بله بفهمین. نمیخوام از مکالممون روان وقت چیزی بفهمه. چرا؟ برای کمک به ناهی. تو پاریس من متوجه شدم که محسن عضو یه تشکیلات جاسوسی. چی میخواستن ازت؟ خیلی روک و راست، بدون هیچ پرده پوشی، بدون هیچ مقدمه‌ای گفتن که تو به ما اطلاعات میدی در ازاش پول میگیری. نمیت بگن اگه بکشی کنار مشکلی برات پیش نمیاد. همین که اومدی به ما گفتی کافیه. خیالت راحت. کنار نمیکشم. دوستت چطوره؟ بهتر شد؟ سرم درد میکنه، میشه لطفا برام یه مسکن بیاری؟ بله حتما. جواب نمیده. زنت مریضه، تو بیمارستان نمیدونستی. آره اون شب که دخترم اومد اینجا بهم گفت،
ولی کی به تو گفته؟ خواهرش. نباید به تو میگفتم. نمیخوای بری سر بزنی؟ حالشو بپرسی حداقل. فردا بعد کارم میرم. امروز که تعطیلی چرا نمیری؟ کاری نداری که برو دیگه. من میخوام با ژاله معید صحبت کنم. چرا؟ چی؟ نپرس. ماشین جلو در بیمارستان پارک. باشه نادر، ما داریم میریم یه جایی، ممکن دیر برگردیم. فقط با میلاد و مریم یه کاری کنید ناهید غذاشو بخوره. باشه، فقط ناهید میدونه شما دارین کجا میرین. آره میدونه. فعلا خدا دو تاقه خانم ناهید امیری. ناهید امیری انتهای راه رو دست دارم. متشکرم. ناهید،
زود برگشتی؟ نذاشتم پیشش بمونم. چرا؟ دکترش میگه که اگه کمتر اطرافیانشو ببینه زودتر خوب میشه. مریضیش چیه؟ نپرسیدم، یعنی فرصت نشد. تو رو دیدن سلامنش چی بود؟ از دیدنم خوشحال شد. ببینم از صبح تو اتاق کارت نرفتی؟ نه. پس یه نگاهی به لپتاپت بکن. آخه دیگه جلوی خونش وایسادن دیگه فایده نداشت که رفت بگیره بخوابه دیگه. یعنی چی؟ از کجا مطمئنی تمام شب میخوابه تا صبح نمیزنه بیرون؟ برای اینکه اون داره تو خونه فروغ پنداشته زندگی میکنه، هر روز میره دنبال کاراش. کاراشو که انجام میده میرسه خونه، تلف شده از خستگی میفته میخوابه. مثل تو که از گشنگی داری تلف میشی ها؟ من بگم یه چند ساعت بالا بخوابم خوب میشم. باشه برو بخواب، بعد از ساعت مامتی کشی که تو. چه ساعتی؟ اذان صبح. بس یه زحمت بکش منو بیدار کن خودت. باشه. اینجا چایی هم میخوای؟ دست درد نکنه. برو باشه جونه. من دارم میرم خونه. شب کن حامد برسه بعد بود. چقدر طول میکشه برسه؟ نزدیکه. ببینم ماشین شاسی بلنده اومد؟ اون ماشین شاسی بلنده نه، هنوز نیومده. همیشه تا این موقع اومده بود. یه ماشین شاسی بلند دیگه الان جلوم رد شد، رانندش هم زن بود. BMW X3 سفید. رسول، رسول. اصلا حامد رسید، حالا میتونی بری. باشه، خدافظ. خدافظ. برم از دیگه رسیدم کار رو دو باید زنگ میزنم. کار خوب میکنی آقای مهندس؟ کار رو Thank you.
بگو رسول. زن و مرد امروز نیومدن اونجا؟ چرا اومدن ولی با یه ماشین دیگه. BMW X3 سفید رنگ داره. آره ولی تو که تصویرشو نداری. اسد قبل از اینکه تو برسی اونجا دیده بودش. چرا به من نگفت؟ تو برای چی از وقتی دنبالشی بهم نگفتی؟ من میخواستم مطمئن بشم بعد بگم. حالا مطمئن هستی یا نیستی؟ تازه مطمئن شدم که تو زنگ زدی دیگه. ببینم تو ماشین نمیتونستی قیافشون رو تشخیص بدی؟ نه تا وقتی پشت سرشون نبودم نتونستم بفهمم. یعنی چی؟ مگه ماشین همون جای همیشگی نبود؟ نه. خب هیچی، حالا پلاکو میتونی بخونی یا نه؟ آره یکم برم جلوتر میتونم بخونم. یادداشت میکنی؟ آره بگو یادداشت میکنی. 17 قاف 153 ایران 44. یادداشت کردی؟ آره. خودت به اونا گفتی روسی بلدی؟ نه من هیچ اطلاعاتی راجع به خودم ندادم، خودشون همه چیزو میدونستن. روان بخش همه اطلاعاتو بهشون داده. را بود اینطوریه دیگه. ترجمه یه این جمله روسی چی میشه؟ فردا ساعت 19:20 هتل ماریوت یروان جشن برپا میشه. ساعت 19:20 باید هتل ماریوت باشه فردا. هر که این قرار رو گذاشته میدونسته که با پرواز بعد از ظهر میرسی بهشون. ما بلیتو برات میگیریم، فقط روان بخش تا آخرین لحظه از این سفر مطلع نشه. لابد تا الان بهش گفتن دیگه. بعید میدونم. اگه فکر میکنی سخت تا هموزم دیر نشده میتونی بکشی کنار. یه بار دیگه همینو گفته بوده. آره چون این دفعه داری میدی تو دل قضیه، گفتم بد نیست دوباره تکرارش کنم. پس منم یه بار دیگه تکرار میکنم، من این کار اصلا به خاطر شما انجام نمیدم. شخصیه، مسئله خودم. فقط حواست باشه اگه بخوای واسه شون نقش بازی کنی قبل از اینکه حتی فکرش هم بکنی مشتو میگیرم. گفتم که مسئله خودمه، وقتی مسئله خود آدمه دیگه نقش بازی نمیکنه.
ببین اونا الان به تو نیاز دارن، هرچی ناز کنی نازتو میخرن. فقط زیادی ناز نکنی که همه چیو بسوزونی. فکر میکنی اونا از من چی میخوان؟ تو این سفر حافظه ذهنی تو خالی میکنن، همه ذهنتو واسه شون خالی کن، جز این چیزایی که من تو اینجا نوشتم. بعد که ذهنتو خالی کردن، خواسته هاشونو مطرح میکنن. فقط یه چیز خیلی مهمه، باید دقیق بفهمی که خواستشون چیه. همین؟ نه، یه کار دیگه هم دارم. موقع رفتم بهت میگم. خیلی سخت نیست، فقط با تیخور خون سریت رو حفظ کنی. این کاریه که مطمئن نیستم بتونم درست انجام بدم. سلام بچم. سلام. چه خبره؟ چی، ماشین دم کارگاه برازنده است، با همون دو تا سرنشین. خب شماره ماشین رو استعلام کردیم، معلوم شد این ماشین هم صاحبش ایران نیست، سنگاپوره، به نام آقای احمد کمالبند. خب اینم سابقه چیزی هم داره این آقا؟ نه، تاجره، میخره میفروشه، ولی خانواده‌اش دیترویت زندگی میکنه. خیلی خب، ببین به حامد سری زنگ بزن بگو چشم از ماشین بر نداره، هر جا که ماشین رفت بیفته دنبالش. چشم. همین الان درازون رس. رسیدین آقای مهندس؟ برای رسیدم. خب والا اتاق کارم یه اتاق کوچیکه با یه میز تحریر معمولی، ولی خب کاغذ و کتاب زیاد روشه، مبلا سادن، یه میز کوچیکم وسطش، بعد رو میز بیسکویت گذاشتن، قندون، ظرف کشمیش، نمیدونم دوتا لیوان با پارچه آب، جلوی میزم یه LCD کوچیک، حالا نمیدونم تو این LCD چی میبینم. مدیر دفترم یه آقای لاغره، من چند سال بزرگتر و اینا، خیلی مهربون. کسی که واسم چای آورد یه آقای مسن بد اخلاق. سلام که رفت، خوشگو جدی. دیگه چی می‌خوای بدونی؟ حس و حالتو. حس و حالم خوب، خوب. اما ماشین که پیاده شدم تو برسم به اتاقم، همه بهم احترام گذاشتن. احترام عطیه، وقتی میگم احترام منظورم حس و حالیه که پشت سلام علیک آدمو وجود داره. بعضی وقتا بهت سلام میکنن چون مجبورن، تو رئیسی اونا زیر دست، ولی بعضی وقتا سلامی که میکنن معلومه پشتش هیچ اجباری نیست، واقعا دوست دارن و بعد احترام میذارن و این احترام پشت سلام علیکشون هست. عطیه، من الان دارم نقش یه مهندس قابل احترام بازی میکنم، مهندسی که محبوبه و انگار همه اینجا دوستش دارن. بعد وقتی آدم همچین نقشی بازی کنه، من میتونه سوال بدی داشته باشه. سیاوش خیلی خوشحالم که این حس و حالو داری، خیلی خوشحالم، خیلی. زیاده تو چشم، هیچ جارو نمیبینم. قرار نیست چیزی ببینی؟ تو کی هستی؟ قرار نمون نمک بخوری، نمکتون بشکنی. چند نفرین؟ جوابشو بده. جواب چی؟ با منی؟ آیا هاشم خان، قراری با ما میبندی، بابتش هم پول میگیری، قرار میشه که وفادار بمونی، نموندی. من اهل بیمرامی نیستم، همه بچه محلای من تو شوشم منو میشتسن. من قفف چی فکر من قبل از این که اینجوری بشه، من بابام الکلی بشه، خانواده درست حسابی داشتیم، آدم حسابی بودیم. میدونی که ما با آدم های دو دره باز چی کار میکنیم؟ چی شد؟ صدات بند اومد؟ نه، من اهل دو دره بازی نیستم داداش. رویا گزارشاتی از تو به ما داده که نشون میده خارج از برنامه باش رفتی. این نونی بود که شما گذاشتیم تو دونه. عشق عاشقی تو برنامه ما نبود. قرار نیست که همیشه تو برنامه باشه. یه چیزایی هست که فقط تو دل آدم. را
رویام از اون دخترایی که نمیشه ازش گذشت. درسته حالا به ما و محل ما نمیخوره، ولی دل ما رو برده تا ته محل خودش. چرا رفتی پیش پلیس؟ پلیس؟ من که رفتم پیش پلیس؟ رویا گفته؟ ببین آقای جاوید، برای ما حاشیه نرو. راست حسینی به ما بگو، قولی که به ما داده بودی و نایده گرفتی، بگو خودتو خلاص کن تمام. نه داداش، من به خدا قسم غیر از همین جریان خاطر خواهی رویا که تو برنامه نبود، همه برنامه ها دیگه هست تو برنامه، همه چیز رو کاره. من رو همه قولی که دادم هستم. قول ما چی بود؟ اینکه دست این بدهکارا رو بذارم تو دستتون. همه هنوز که نذاشتی تو دستمون. خب پیداش کردیم گفتین باش بمونیم، خودتون گفتین تعقیبش کنیم تا هر جا که بشه بعد شما به ما خبر میدین تا آخرش ما همین کارو کردیم دیگه، همین کارو که الان منتظر شما بودیم دیگه. خب چیکار کنیم؟ ولی این بابایی که آدرسشو دادین، این به نظر من این اصلا قیافش به دزد و خلافکار و کلاهبردار نمیخوره. مطمئنین اشتباه نکردین؟ اینو اگه شما اشتباه نگرفته باشیدش، رئیس اشتباه نگفته. رئیس کیه؟ تو دیدیش برای چی میپرسی؟ چه؟ ها اون همون لاغره دندوناش مصنوعی بود، همون که عکس این بابا رو نشونمون داد، همون. آفرین. ها همون گفتش که این بابا پولمو بالا کشیده، این یارو گفت برین تو تهران بگیرینش. حالا عکس با خودش چه فرقی داره؟ فرقش ببین، خودش از نزدیک میبینی اصلا یه قیافش با آدمای قالطاق نمیخوره. میدونی آدمای قالطاق یه جوری هن، این شکلی نیستن اصلا. چه شکلی هن؟ ببین چه جوری بگم، شکلی همه ابراهام یه همه چیز هست، همین تو محل ما بود، تو شوش بود اونجا، کلاه همه رو برداشت در رفت نامرد. شکل اونن از رویا بگم، اون نمیخواد که ما رو دور بزنه. رویا نمیخواد با اون بده کار بره که آدمی که خودتون معرفی کردین شک دارین؟ ببین ما تا به نتیجه نرسیم به همه شک داریم. خوبه باید هم داشته باشین، اب نداره، ولی به رویا شک نکنین. به رویا شک نداشته باشین، اون آدم خوبیه، من ضمانتش میکنم. چرا انقدر ببو گلابی هستی؟ بچه محل شوش انقدر ساده و پپه؟ تا حالا فکرشو کردی چند نفر میتونن همزمان سرت کلا بذارن؟ عمرن از مادر نزایی کسی که بخواد سرت هاشم جاوید و کلا بذارن. چرا میذارن؟ اینشه آدم های صادق، ساده، زود باور، مغرور، اینا رو زودتر از همه گولشون میزنن. نیستم، ما نیستیم. چه نیستی؟ همینایی که گفتی. شکم آب بخور. بخور. وقتی بهت میگم خیلی ساده ای میگی نه. تو واقعا تو این همه مدت فکر میکردی برای مال باخته داری کار میکنی؟ جان من. رئیستون اینجوری میگفت. اون همون لاغره، همون که دندون مصنوعی داشت. Thank you.
سلام. استراحت هم کردی؟ سردرد خون نشد؟ نه؟ نه. پس چرا اومدی؟ من که از صبح دارم کارا رو انجام میدم. میموندی حالت کاملا خوب میشد. نمیتونم. بفرستش خرید وسایل از همون شرکتی که همیشه خرید میکنین. باشه، من همه سعیمو میکنم. خدافظ. آقای روانبخش. من اینجا. باید به یه شرکت بازرگانی عرق کرد یه لیست و از اسامی و با یک گزارش تهیه کنم. آدرس اون شرکت رو من میدونم. میدونستم برات. خبری نشوند؟ نه. تا من برگردم تو هستی؟ نمیدونم هستی که به حالم داره. خیلی خوب، اگه خواستی بری یه زنگ بزن. خداحافظ. خلص. بله. شما با آقای روانبخش گفتین من اومدم؟ بله. از صبح خیلی نگرانتون بودم. خیلی خوب، نامه ها رو همه رو ببر اتاق آقای هاشم زاده. قبل از اومدنتون با دفترش تماس گرفتم. گفتن آقای هاشم زاده جلسه است تا ساعت 3:30 من جلسه خوب تمام. باشه. برو همونجا بشین تو دفترش تا کارش تموم شه. چشم. فعلا باهات کاری ندارم. با اجازت.
خانم مایه حالتون خوبه خانم؟ خوبم، فقط یکم سرم درد میکنه، ببخشید. برزش کاری که میخوای انجام بدی فکر کنی حالت خوب میشه. همی چند تا عکس بهت نشون بدم تا بفهمی که چه کار ارزشمندی داری انجام میدی. هزار دور در ثانیه خیلیه نه؟ هر سه دستگاه سانتریفیوژ با یه فشار سنج که عکسشو داری میبینی کنترل میشه که یه وقت بیشتر از هزار دور نچرخه. اینا این فشار سنجایی رو که به ما میفروشن به مواد منفجره آلوده میکنن. هیچ وقت هیچ کس ازش خبردار نمیشه، حتی شما که تو بخش اداری سازمانید. شبکه ها و شرکت هایی که موساد به وجود آورده این خرابکاری ها رو انجام میدم و تو با یکی از این شبکه ها مرتبط شدی. میتونی عکس بعدی هم ببینیم؟ دیدم. اونم یه باطریه که همین آدمایی که میخوای بری سراغشون به این روز انداختن. تمام این قطعاتی که میبینی اول آلوده بعد به ایران میفروشنش. ما خوشبختانه همشونو کشف کرد و حالا اونا دنبال کاشف این خرابکاری ها هستن. جایزه درست کاریه؟ قابل ندارم. اینو چی کارش کنم؟ ببند رو دستت. یه باتری اضافی تو اون است که در حقیقت ردیاب یا همون جی پی اسه. قطعا هر جایی که اونا میخوان تو رو ببرن با چشم بسته میبرنت که جایی رو نتونی ببینی. هر جایی که بردنت باتری اضافی در بیار بذار اونجا. خب اونجا یه تشکیلات خیلی بزرگه، لابد همینجا دوربین مخفی و این چیزا میذارن دیگه، نه؟ فرض این که تحت کنترلی، توی هتل که هستی باتری رو در میاری یه جا جاساز میکنی، مثلا توی قوطی کرمت. بعد که جایی رفتی به بهانه این که میخوای کرم بزنی از توی قوطی درش میاری. کار آسونی نیست. پرواز ساعت 5 بعد از ظهر. شاکری تو فرودگاه منتظرته. سفر خوبی داشته باشی.